دولت اسرائیل روز پنجشنبه آزادی یک گروه از زندانیان فلسطینی را لغو کرد. این گروه 26 نفره قرار بود در چارچوب مذاکرات صلح آزاد شوند. این اقدام در واکنش به امضای چند معاهده بین المللی توسط محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردانه فلسطینی صورت می‌گیرد. یکی از ساکنان الخلیل می‌گوید اسرائیل همواره تلاش می‌کند با بهانه‌های واهی روند صلح را مختل کند. لغو آزادی چهارمین و آخرین گروه از زندانیان که بر سر آن توافق شده بود بخشی از این تلاش است. اسرائیل سعی می‌کند از زیر فشار صلح شانه خالی کند. آقای عباس روز سه‌شنبه 15 معاهده بین المللی و درخواست الحاق به ارگان‌های سازمان ملل را به نام کشور فلسطین امضا کرد. در مقابل اسرائیل امضای این معاهدات را مخل روند گفتگوها می‌داند. لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل با تاکید بر این موضوع گفت من دلیلی نمی‌بینم که بر سر این موضوع کار شود. آنها به سازمان معتبر یونسکو پیوستند در حالی که هنوز مستقل نشدند و این نه ما را به توافقنامه رسنده و نه به صلحی. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که در الجزایر به سر می‌برد تاکید کرد که پس از 20 سال مذاکرات به لحظات بحرانی خود رسیده و شکست گفتگوها یک تراژدی را برای هر دو طرف رقم خواهد زد.